سپاس و تشکر از اینکه بیننده برنامه عارفانه هستین. بینندگان محترم، از بایسته های یک مؤمن این است که با توجه به آموزه های زیبا و سعادت بخش دین مقدس اسلام بدانه که در سختی ها و گرفتاری ها و ناملایمات زندگی چه رفتاری از خودش بروز بده. این مطلب آنقدر مهم است که باید در چندین برنامه بهش پرداخته شود و ضمناً علما و محققین ما هم در این زمینه کتابهایی نوشتن و در مجامع حدیثی معتبر ما هم بابهایی در این زمینه وجود داره. اما در برنامه امروز به اندازه وقتی که در اختیار داریم، انشاءالله قرار است با حضور کارشناس محترمی که دعوت کردیم به این مطلب مهم بپردازیم. در خدمت سرور ارجمند و استاد گرانقدر دانشگاه جناب آقای دکتر صالحی هستیم تا در محضر ایشان بتانیم این موضوع رو طرح بکنیم و بهره‌مند بشیم. خدمت شما جوهر سلام داریم، خیلی خوش آمدید، وقت شما بخیر باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما برادر بزرگوار جناب حسینی، همکاران شما و همه بینندگان و شنوندگان تلویزیون ارزشی تمدن عرض سلام و احترام دارم. در ایام شهادت امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام قرار داریم. عرض تسلیت دارم خدمت شما و همه مؤمنین. امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق رهروی و پیروی از اون امام صابران عنایت بفرماید. آمین. مسئله‌ای که مطرح فرمودید موضوع بحث موضوع بسیار مهم است. صبر در واقع در این موضوع حرف اول رو میزنه. عمل کرده مؤمن در سختی ها، اصلا انسان خدای متعال وقت انسان رو آفریده، خلقت انسان توأم و همراه با سختی ها و مشکلات است. یعنی مخصوصا انسان مؤمن در روایات داریم که بیشترین سختی ها رو میبینه. لذا ما اگر نگاهی به قرآن کریم بیندازیم در رابطه با تحمل سختی ها، یا به عبارت مهم صبر در سختی ها، ما بیش از 103 تا آیه قرآن کریم داریم که به این مباحث اشاره میکنه، مبحث تحمل سختی ها و مشقات را. اصلا انسان اگر انسان سختی نبیند باید شک کنه، اگر انسان مشکل نبیند باید شک کنه. من این روایت رو دیدم جایی از سیره وجود نازنین پیغمبر اکرم نقل شده که وجود آن حضرت روزی در خانه یکی از انصار تشریف بردن. وقتی وارد خانه شدن نشستن، عده‌ای همراه حضرت بودن، توجه حضرت جلب شد به سقف خانه، نگاه کردن مرغ اونجا تخم گذاشت و این تخم آمد وسط یک میخی وسطی در واقع دیوار خانه بود، روی اون گیر کرد. خب کار عجیب بود دیگه. حضرت تعجب کردن، حضرت رسول معظم و مکرم اسلام. وقتی صاحب خانه این تعجب حضرت رو دید، صدا زد: یا رسول الله، چرا تعجب کردید؟ من شخصی هستم که هیچ سختی، غم، مصیبت در زندگیم نمیبینم، حتی این تخم هم که اونجا مرغ گذاشته میاد وسط در واقع دیوار خانه گیر میکنه، نمیشکنه، حتی اینقدر مصیبت و سختی نمیبینم. میگه حضرت بدون تأمل بلند شد، از خانه بیرون شد. گفتن: چرا یا رسول الله؟ فرمود: در خانه ای که سختی نباشد، مؤمنی که سختی نبیند، مشقت نبیند، اون مؤمن نیست، رحمت خدا و نگاه خدا در اون خانه و اونجا نیست. لذا مؤمن اصلا در واقع شخصیت مؤمن توامی با سختی هاست. یعنی این وقت مؤمن میگیم، مؤمن مؤمن نمی شود، مؤمن به کمال نمی رسد، انسان به جایگاه عالی نمی رسد، مگر اینی که سختی ها رو ببینه، مشقات رو ببینه. وقت سختی ها، مشقات، همه اینها رو دید، لذا بعد تحمل کرد، صبر کرد، در واقع اون میشه مؤمن و انسان کامل. قرآن کریم میفرماید: حسب الناس ان یقول آمنا. آیا شما همینه که در واقع گمان میکنید،
گفتیم ایمان آوردید شما رها میشید؟ نه. و هم لا یفتنون، شما در واقع امتحان نمیشید، شما سختی نمیبینید؟ نه. اصلا وجود انسان تعمی با سختی ها و مشقاته. خب پس در واقع هر مؤمنی در زندگیش سختی داره، هر مؤمنی در زندگیش مشقت داره. حالا در قسمت بعدی برنامه عرض میکنم مصادیق از مؤمنان که در چی مواردی چگونه صبر کردن. خب ما ببینید وقت مؤمن سختی میبینه، مشقت میبینه، خب عنوان برنامه برنامه خیلی زیباست و باید درس بگیریم. مؤمن اگر سختی دید، مؤمن اگر مشقت دید، مؤمن اگر مشکلات دید، با اینها در واقع برخورد کرد، چی کار باید بکنه؟ عمل کردش چی باشه؟ یک جمله و یک کلمه، مؤمن در واقع با سختی ها، با ناملایمت ها، با مشکلات صبور باشه و صبر کنه. نه یک کلمه، یک کلمه زیاد. بله. و اما اینه که خب مؤمن چطور صبر بکنه؟ صبر رو برخی ها فکر میکنن صبر و معنای یعنی تحمل. نه، تحمل تنها نیست. صبر یکی از معانیش تحمله، بلکه در کنار صبر، در کنار تحمل کردن این مشکلات، رشد کردن و بالا رفتن. یعنی وقتی میگیم که ما در سختی ها مؤمن صبور باید باشه، عمل کرد مؤمن در سختی ها باید توأم با صبر و با تحمل باشه، یعنی ضمن اینی که این سختی ها رو تحمل میکنه و بعد پایه با پایه همینطور میره بالا و رشد میکنه. تنها این نیست که در واقع مؤمن فقط صبر کافی داشته باشه و تحمل کافی کنه. خب وقتی مؤمن وارد این مرحله شد، وارد صبر شد، بعد خب اوصاف مؤمن هم خدای متعال در واقع صبر شمرده، یعنی در سختی ها صبر بکنه. ان الله مع الصابرین، یا میفرماید ان الله یحب الصابرین، خدا همراه صابرانه و از اون بالاتر خدا صابرانه دوست هم داره. کسی در سختی ها، در مشکلات وقتی انسان صبور بود، خدای متعال در واقع این عنایت رو به این انسان داره که هم صبر بکنه و این انسان و هم خدای متعال توجه ویژه‌ای بکنه و او رو دوست داشته باشه. خب این در واقع در مقام عمل کرده که در سختی ها داریم. یکی از نکاتی که مهمه، خب ما در زندگی خب مشاکل و معضلات زیادی روبرو هستیم. بله. یعنی در هر مقام یک عمل کرده متفاوت باید باشه. یه وقتی هست یک انسان مؤمنی با مشکلات جسمی روبرو هست، یعنی یک مؤمن آزمایش میشه با مشکلات جسمی، ممکنه مریض شود، یک مریضی در واقع عارضی او شود، یه مریضی سختی، ممکنه در واقع مرض قلبی پیدا کنه، مرضهایی نمیدونم جسمی دیگری، سرطان داشته باشه، مرضهایی که انصافا سخت برای هر کسی. خب انسان مؤمن در مقابل مرضهای جسمی یک نوع صبر باید بکنه، اما مهمتر و بالاتر گاهن انسان مرضها و گاهن مشکلات روحی و روانی پیدا میکنه. بله. خب در مقابل مشکلات روحی روانی هم باید انسان صبور باشه و صبر بکنه. ما اگر برگردیم ببینیم سیره انبیا و اولیای الهی که در واقع مؤمن حقیقی اونا هستن، یعنی شخصیت مؤمن به معنای کامل، مصداق اتم و اکمل یک انسان مؤمن، انبیا و اولیای الهی هستن، پیامبران و امامان معصوم هستن. خب ببینیم که اونها در مقابل مشکلات چی عمل کردی داشتن. خب عمل کردی اونها اینه که ما باید درس بگیریم، در زندگیمون در واقع پیاده کنیم. بله. گاهن آدم بر میخوره با افرادی که خیلی مریض میشن، مشکلات جسمی دارن، شکایت میکنن، شاکی هستن، از زمین و زمان شاکی هستن. لذا خب مؤمن نباید شکایت بکنه. مؤمن درست دردش رو بگه، مؤمن دردش رو دوا بکنه، دنبال درمان دردش باشه، اما مؤمن شکایت نمیکنه، اما مؤمن گلایه نمیکنه. لذا شما نمونهش، نمونه صابران حضرت ایوب علیه السلام را دارید که میبینید خب تمام مشکلات در واقع
رو می آورد به یک انسان مؤمن و یک انسان مؤمن کامل که حضرت ایوب باشه. خب مرضی پیدا میکنه که این مرض علاوه بر اینکه درد داره، در واقع برای او مشکل دیگه ای داره که مردم از او فرار میکنن، یعنی به دید بد نگاه میکنن. اما هیچ وقت حضرت ایوب لحظه گلایه، ناسپاسی، ناشکری نمیکنه و در مقابل اینها می ایسته و صبوره. همه مشکلات میبینه حضرت ایوب علیه السلام. خب وقت این گونه بود، در مقابل این سختی ها این گونه می ایسته. وجود نازنین پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، ببینید خب صدمات جسمی میبینه، اما یک لحظه نمیبینیم که حضرت خب لب بگشایه و شکایت بکنه و بی صبری بکنه. در مقابل اون مشکلات می ایسته و محکم هست. خدا خیرتون بده جناب آقای دکتر سالی بزرگوار. ان شاء الله ادامه فرمایشاتتون رو در بخش بعدی خواهیم داشت. خیلی تشکر میکنم بینندگان محترم. از شما سروران گرامی هم تقاضا میکنم که برنامه خودتان را همراهی بفرمایید. پس از مناجات زیبا و فرازهای دلنشینی از دعای شریف کمیل که تقدیم شما خواهد شد، ان شاء الله بعد میگردیم تا باز هم درباره این صحبت بکنیم که یک مؤمن در بهبوهه سختی ها و گرفتاری ها و ناملایمات زندگی چه عمل کردی باید داشته باشه تا رضایت پروردگار متعال را از دست نده. با ما همراه باشید. همراه شما بینندگان عزیز، فرازهای زیبا و دلنشین دعای شریف کمیل را شنیدیم. ارتباط بسیار تنگاتنگ و مستقیمی وجود داره بین سختی ها و گرفتاری های زندگی که بر مؤمن وارد میشه و دعا کردن و تضرع کردن در پیشگاه خداوند متعال. پروردگار متعال در آیه 42 و 43 سوره مبارکه انعام به این مطلب مهم اشاره فرموده است. خداوند متعال میفرماید ولقد ارسلنا الى امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. همانا ما در امتهای گذشته مردم را به سختی ها و گرفتاری ها دچار کردیم تا اینکه شاید در پیشگاه خداوند متعال توبه و دعا و تضرع داشته باشند. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. پس چرا آن هنگامی که سختی در زندگیشان رخ داد تضرع نکردند و با دعا کردن در پیشگاه خداوند متعال تقرب نجستند؟ در خدمت سرور گرامی جناب استاد صالحی هستیم تا بیشتر درباره این بدانیم که یک مؤمن در سختی ها چه عمل کردی باید نشان بده. از خود بفرمایید. عرض می کردم یکی از مهمترین در واقع وظایف انسان مؤمن در مشقت ها و در مشکلات صبر هست. خب بعد از مرحله صبر مرحله می رسیم به مرحله اینه که خب این مشکل رو چطور باید برطرف کرد. میریم سمت خواستنی از خدا و در میان گذاشتن این مشکل با تنها حلال مشکل خدای متعال، که در قسمت بعدی به اون هم می رسیم ان شاء الله. اما صبر در مشکلات کلید پیروزی است. قرآن کریم میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. میگه زندگی شما همراه با مشکلات، امتحانها، دیدنهای سختی هاست. خب هر کسی در واقع با یک مشکلی روبرو میشه، هر مؤمنی با یک مشکلی روبرو خواهد شد. ولنبلونکم بشیء، به یک چیزی، من الجوع، بعضی ها با گرسنگی، نقص من الاموال، بعضی ها با بیپولی، من الانفوس، بعضی ها با در واقع مریضی، بعضی ها با جان دادن. خب مراتب در واقع سختی اینه دیگه. آدم تو زندگی چند نوع سختی میبینه؟ یا سختی هایی تو زندگی شما میبینید مربوط میشه به وضع مالی، طرف میگه شاکیه، من الحمدلله سلامتی دارم، بدنم سالمه، ولی مشکل این دارم که خب گرسنم، پول ندارم، غذا ندارم. خب یک بحثه. انسان مؤمن اگه در واقع با همچون وضعیتی رو برو شد چیکار باید بکنه؟ آیا بره سراغ هر جایی، در هر خانه ای بزنه؟ آیا بره دنبال مال حرام برای اینکه شکمش سیر بکنه یا خیر؟ جالب این نکته ای به ذهنم رسید.
خب یه عابدی مدت عبادت میکرد، حالا خواست امتحان الهی، مورد امتحان الهی قرار بگیره، مدتی گرسنه ماند، خب اون درختی که داشت اون درخت از بین رفت و وسوسه شد که باید بره جایی جوی نان قرض بکنه. خب مقدار نونی بر رفت از خانه یک کسی که اعتقاد به خدا نداشت، برداشت قرض کرد، برمیگشت. عوض میخوام، این در واقع سگ اون صاحب خانه دنبال این میکرد، هی پارس میکرد، اینقدر اینو در واقع تحت فشار قرار داد که از همون نانها کمی انداخت جلوی این سگ، تا اینی که رها نکرد، نانها تمام شد، صدا زد که ای بی حیا، اینقدر به تو نان دادم، چرا در واقع رها نمیکنی؟ خب میگه سگ به زبان آمد، گفت که من بی حیا هستم، تو بی حیایی، تو رای خدایی تو که این همه در واقع این همه عمر به تو نان داد، خود چند روز گرسنه ماندی، آمدی خانه دشمن خدا دنبال گدایی، من که کار وظیفه خودم انجام میدم. مؤمن کسی است، خب بلو که ممکنه امکاناتی نداشته باشه، ممکنه گرسنگی بره او در واقع عارض شوه، ولی در مقابل نیسته، نمیره سمت گناه، نمیره سمت معصیت، نمیره سمت مال حرام، نمیره سمت دزدی. پس یک مؤمن، قرآن کریم میفرماید لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، جوع. خب اگه گرسنه نشد، پول نداشت، حالا سری بره دزدی کنه؟ نه، مؤمن میسته. بره مال حرام؟ نه، مؤمن در مقابل گرسنگی باید تحمل بکنه و در ضمن تلاش هم باید بکنه. بله، یک نکته. بعد من الخوف، مؤمن ممکنه مشکل خوف داشته باشه، ترس داشته باشه. خب گاهن آدم اتفاق میفته، مشکلاتی پیدا میشه که انسان میترسه، انسان در واقع از ناامنی ها، از مشاکلی برای وجود میه. آیا به خاطر رفع این مشکل هر کاری باید انجام بده؟ نه، باید اینجا هم تحمل بکنه، صبور باشه، برای رفع مشکل تلاش بکنه، نه دنبال حرام. و نقص من الاموال، گاهی نقص در امواله، طرف امکانات پولی داره، وضع مالش خوبه، به یک باره ورشکست میشه، به یک باره هر چی داره رو از دست میده. بله. بعد عذر میخوام، به جای اینکه صبر بکنه، شروع میکنه حتی به زمین و زمان، حتی به خدا هم ناسزا گفتن. میگه که خب چی شد؟ چرا من اتفاق افتاد؟ چرا این مشکل برای من به وجود آمد؟ مگه من کاری بد کردم؟ نه. لذا ممکنه این در واقع مشکلات برای هر مؤمنی به وجود خواهد آمد. لذا باید اینجا هم انسان صبور باشه. یا من الانفوس، جانش ممکنه مشکل پیدا کنه، خب مریض شوه، یک مرضی لاعلاجی. آجای حسینی، من دیدم بعضی از مؤمنین رو که انصافن اینا مریضن، یعنی از لحاظ جسمی اینا به شدت در واقع درد میکشن، ولی هر لحظه ای که اینها در واقع حرکت میکنن بازم به یاد خدا هستن. یعنی چون صبر میکنه آدم میبینه در واقع به ایمان اونها، به یقین اونها، به اعتقاد اونها به خدای متعال در واقع یقین پیدا میکنه که چقدر اینها ایمان دارن، در مقابل مشکلات، در مقابل مریضی ها چگونه میسته. خب بعضی ها با مشکلات دیگه روبرو میشه مؤمن، ممکنه فرزند جوان از دست بده، ممکنه در واقع نزدیکان خودش از دست بده، خب سریع به هم بریزه. نه، میبینی صبوره. در سیره یکی از علما نقل میکنن، یکی از علمای بزرگ، خب مهمان داشت، مشغول مهمانداری بود، مؤمن این گونه است، مشغول مهمانداری بود، فرزندش خبر دادن که فرزند همه الان در واقع وفات پیدا کرده، داخل چای افتاده و از بین رفته. بدنش آورد در خانه گذاشت، دستور داد که چیزی نگید، مهمان ها متوجه نشه، برای اینه که خدای متعال منو در واقع مأمور کرده به اکرام مهمان، به اکرام مؤمنین، نمیخوام اینا حتی اذیت شه. ببینید چگونه صبر میکنه حتی در مقام از دست دادن فرزند. بله. خب ما ممکنه در زندگی هایی که داریم بیشتر از این نیست دیگه، در همین موارد مشکلات پیدا میکنیم، لذا صبر بکنیم. خب برگردیم ببینیم بزرگان ما چی کردن، مصادیق اتمن و اکمل مؤمن چی کار کرده. نمونش ایام شهادت امام سجاد علیه السلام، ایام محرم و ایام اسارت اهل بیت. خب اینا چی کار کردن؟ ما از اینا باید درس بگیریم دیگه.
در کربلا در جریان عاشورا همه این مشکلات برای اهل بیت به وجود آمده. در کربلا مشکل خوف و ترس بوده، در کربلا مشکل گرسنگی بوده، در کربلا مشکل تشنگی بوده، در کربلا مشکلات مالی بوده و مشکل جانی بوده، همه این مشاکل بوده. اما اینا چی عمل میکردن؟ چگونه عمل کرده؟ اینها مهمه. خب ببینید، بعد در تشنگی، خب گرسنگی، امام سجاد میفرماید در روز عاشورا از همه تشنه‌تر سه نفر بودن: حضرت ابوالفضل عباس، حضرت زینب، امام حسین. بعد در روایت نقل شده امام سجاد میفرماید وقتی پدرم رفت میدان هم گرسنه بود هم تشنه بود. هم گرسنه بود هم تشنه بود. خب بعد کسی که با این همه مشکلات روبرو هست چیکار میکنه؟ ما باید از اینا درس بگیریم دیگه. میخواد مؤمن در مشکلات چیکار باید بکنه؟ ببینه امامش، رهبرش چیکار کرده، امام حسین چیکار کرد، امام سجاد چیکار کرد، حضرت زینب چیکار کرد. خب حضرت زینب سلام الله علیها همه این مشکلات میبینه. خب وقتی میاد در کنار بدن برادرش، خب با این مشکل از این بالاتر با اون مشکل روبرو هست، خب چه عمل کرد داره؟ باید داد بیداد کنه؟ باید سرصدا بکنه؟ نه، میبینن بدنی پاره پاره برادر رو بر میداره، میگه اللهم ربنا تقبل منا هذا القليل، خدایا این اندک قربانی رو از ما بپذیر. و بعد همه حضرت زینب سلام الله علیها میگه که امام سجاد در جای دیگر میفرماید، امام سجاد میفرماید که همه این مشکلات، همه اینها سخته، ولی چون میبینم خدا همه اینها رو میبینه برای ما آسانه. بسیار عالی، خدا خیرتون بده. انشالله ادامه این نکات ارزشمند در بخش بعدی هم خواهیم داشت. از فرمایشات شما جناب استاد صالحی از جانب بیننده خوشمند هستم همراه ما باشین. پس از میان برنامه زیبای دیگر باز هم همراه شما هستیم با ادامه مبحث ارزشمندی که داریم. از اینکه بیننده برنامه عارفانه هستین از شما تشکر میکنم. در منابع حدیثی آمده که روزی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به اصحابشان فرمودند که لا تتمنوا المستحیل، هرگز آرزوی محال نکنید. پرسیدند که یا رسول الله و من یتمنى المستحیل، این چه کسی است که آرزوی محال کرده باشد؟ حضرت فرمودند الراحت فی الدنیا للمؤمن مستحیله، زندگی راحت و بدون سختی برای مؤمن در این دنیا محال است. این هم در واقع نشان دهنده این مطلب است که پروردگار متعال خواسته که مؤمن اصل جای راحتی او، زندگی حقیقی و وطن حقیقی او یعنی آخرت باشه. این دنیا باید مؤمن به سختی ها مبتلا بشه تا به یاد خدا بفته و همچنین کفاره گناهان او باشه. در حدیث کوتاه دیگر خدمت شما با کسب اجازه از سرور گرامی خودم از آقای صالحی عرض بکنم که فرمودن ما اصاب المؤمن من نصب ولا وصب ولا حزن حتی الهم و یهمه الا کفر الله به عنه من سیئاته، هیچ رنج و درد و اندوه و حتی نگرانی خاطری به مؤمن نمی رسد جز اینکه خداوند به وسیله آن گناهانش را محو میکنه. سجاد خدمت شما هستیم. عرض میکردم نمونه و مصداق در واقع عملکرد مؤمن در مشکلات خود در قضیه عاشورا اتفاق افتاد. حضرت زینب اون عمل کرده شد، حضرت امام سجاد علیه السلام عمل کرده شد اون بود، یا خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ببینید در مقابل این مشکلات چی عمل کردی داشتن حضرت. خب وقتی همه این مشکلات رو دیدن، تشنگی، گرسنگی، داغ جوانها، خب وجود نازنین حضرت از صبح وقتی این شهدا رو میرفتن به تنهای خودشان، بدنی نعش یک در واقع شهید رو بر میداشت با خودش میآورد داخل یه خیمه میگذاشت، یه خیمه مخصوص شهدا بود، وقتی این بدن رو حمل میکرد این یک در واقع مشکل بود. وقتی می آمد نگاه میکرد به اون شهیدی که اونجاست قبلا، خب بیشتر مشکلات حضرت بیشتر میشد. اینو همه اینا رو میدید. هر کسی می بود غیر از انسان مؤمن و مؤمن حقیقی سرخم میکرد و از بین میرفت و متلاشی میشد. اما راوی نقل میکنه هر لحظه میدیدیم
حضرت ابا عبدالله درخشنده تر، محکم تر، قوی تر و مستحکم تر میشه. چون در واقع اون چی رو میبینه؟ خدای متعال نمیبینه. چون در همه اینها صبر میکنه. در مقابل بدن علی اکبرش میبینه صبر میکنه. در همه این مشکلات صبر میکنه. لذا مؤمن در همه این موارد صبوره. خب این یه مشکل، یک بحثه. اما خود به علاوه اینه که مؤمن در مشکلات صبور باشه، خب برگردیم به بحثی بعدی. دیگه مؤمن چی کار بکنه؟ نکته ای که جناب عالی اشاره فرمودید اینه، در مشکلات به تنها کسی که مشکلش رو باید بگه خداست. اینه برگرده به خدا حل مشکلش رو. متاسفانه در زمان ما خیلی از مؤمنین و خیلی از دوستان و بزرگواران وقتی مشکلی پیدا میکنن با تنها کسی که مطرح نمیکنه مشکلشون با کیه؟ خدا. با خداست. شاید بگم در خانه هر کسی میره، نمیدونم در مریضی دواخانه، شفاخانه، هر جایی میره، نمیگم نره، این در واقع دستور خداست، باید بره دوا و درمان کنه، اما تنها با کسی که مشکل رو برمیان نمیذاره خداست. حضرت یونس علیه السلام، علی نبی اینا و علیه السلام، خب یک مشکلی برخوردن، خب جریانش مفصله. خب وقتی با اون مشکل برخورد، قرآن کریم میفرماید، این برای ما درسه، و الظنون اذ ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بفرمایید حضرت یونس وقتی غضبناک از قوم خودش دور شد، و الظنون اسم دیگر حضرت یونس هست، مغاظبا با قهر و با غضب از قوم جدا شد، رفت کنار دریا، خود تومه نهنگ شد، خود تومه نهنگ شد، نهنگم اینه برد در واقع در قهر دریا در ظلمات. خب با یک مشکلی برخورد، مشکلی که در واقع داشت تمام هستیش از دست میداد، با یک لحظه غضب. بعد میگه با این مشکلات تنها کسی که فریاد رسش بود که بود خدا. فاستجبنا، میگه در قهر دریا بود، در ظلمات بود، در داخل شکم ماهی بود و هیچ راهی هم برای وجود نداشت. اونجا چیکار کرد؟ اونجا شروع کرد به دعا کردن. خدایا اینی کنتو من الظالمین، خدایا من بد کردم، من عمل کردم، من بد بود، خدایا کمکم بکن. بله. فاستجبنا، ما اجابت کردیم، و نجینا، ما نجات دادیم از اون مشکل، و کذالک ننجی المؤمنین، تنها کسی که نجات بخش مؤمن خدای متعال. پس یکی از راه‌ها و یکی از در واقع راه حل در مشاکل و مشکلات اینه که آدم به خدا روی بیاره، اول صبر بکنه و بعد از اینی که صبر کرد بره سمت خدا و دعا کنه. فذکرونی اذکرکم، مرا یاد بکنید، مرا بخوانید، مشکلتون رو به من بگید، من مشکل شما رو حل میکنم. بله. لذا یکی از راه‌ها پس دعا کردنه. ببینید در جریان عاشورا سیره ائمه معصومین چگونه است. اینا ببینید در مشکلات پناه میبرند به دعا و نماز. اون نزدیک غروب آفتاب بود، وقتی همهمه لشکر به گوش رسید، خب حضرت میدونست که قضیه چیه، برنامه چیست، لذا فرمود به نفسی اند یا اخی، شما رفتید مشرف شدید الحمدلله در این ایام عاشورا کربلا، وقتی از باب القبله حضرت ابوالفضل عباس وارد میشه حرم، این عبارت نوشته، من وقتی این رو میخوانم نمیدونم لذت ببرم، ناراحت شوم، یه حالتی برای انسان به وجود میآورد که امام زمان بگه که جانم به فدای تو، به نفسی اند یا اخی، سوار شو برو برادرم، جانم به قربانت، از اینو وقت بگیر، مهلت بگیر. بعد میگه چی؟ والله خدا میدونه، اینی احب الصلات، من نماز، دعا و نیایش رو دوست دارم. بله. در اوج مشکله، یعنی همه مشکلات رو میبینه، این که فرزندان جوان شهید شوه، اهل بیتش، عیالش، فرزندانش همه به اسارت بره، در اوج مشکل باز برمیگرده به چی؟
به دعا و نیایش. میگه خدا میدونه من نماز و عبادت رو دوست دارم، راز و نیاز رو دوست دارم، برگردم با خدا. از سیره ائمه اطهار علیهم السلام اینه. و بعد خب اوج اینها یک مؤمن وقتی مشکلات به او در واقع حمله ور میشه، تمام مشکلات رو میبینه، هجوم میاره، میره سمت خدا، همه رو فراموش میکنه. شب شام غریبان بود، تنها بازمانده و تنها سردار و سرلشکر زینب و حضرت امام سجاده. خب حضرت زینب خب با کوه از مشکلات روبروست، همه مشکلات در واقع در مقابل حضرت بی بی سلام الله علیه هاست. خود چیکار بکنه؟ به خواهران مکرمه ای که در واقع این برنامه رو میبینن عرض میکنم، به برادران عرض میکنم، خب یک خانومی با همه مشکلات روبرو باشه، مشکل ازی بالاتر، فرزندان نوجوانش رو از دست بده، برادران خودش رو از دست بده، برادرزاده ها رو از دست بده، همه اینها رو بدنهای پاره پاره و قطع قطع اینها رو ببینه، خیمه هاش هم آتش زده باشه و بعد همه هم به اسارت رفته باشه. خب بعد صبر کنه، الان صبر هم انجام داده، زینب صبور بوده و صبر کرده، باید چیکار بکنه؟ بعد میره به خدا پناه میبره. نیمه شب یک نگاهی کرد به بدنهای پاره پاره برادرشون، و بدنها رو نگاه کرد، این بچه ها رو داخل یه خیمه نیم سوخته جمع کرد. خب یه خیمه باقی مانده بود، همه رو یکی صدا میزد که گوشم، یکی نمی صدا میزد گرسنه‌ام، یکی صدا میزد تشنه‌ام، همه اینها رو در واقع به نحوی حضرت بی بی آرام کرد، خودش رو آرام کرد. دیدن گوشه ای رفت، نشست، شروع کرد به نماز خواندن، نماز شب خوان، دعا کرد، نیایش کرد. بعد گفت خدایا اینا هیچ چیزی نیست، چون تو میبینی، چون تو میبینی همه مشکلات رفت. بعد وقتی همین بی بی وارد مجلس ابن زیاد میشه، وقتی وارد شد دیدن که بانوی با وقار وارد شده، هیچ در واقع همه این مشکلاتی که آمده اصلا تأثیری رو این بی بی نگذاشته. ناراحت شد، گفت این کیه؟ گفتن زینب. گفت همه غم دیده، چرا اصلا توجهی نمی کنه؟ گفتن این دختری علی است. بعد خواست ناراحتش بکنه، خواست بر مشکلاتش بیفزایه، گفت دیدی خدا با شما چی کرد؟ و زینب برگشت گفت خدا فرمود و ما رأیت الا جمیلا. این مشکلات نبود، اینا هر چی بود زیبایی بود. لذا مؤمن اگر صبر بکنه، مؤمن اگر در مشکلات به خدا برگرده، همه رو زیبا میبینه، هیچ مشکلی در زندگی نخواهد. خیلی برمند شدیم مصطفی بزرگوار، انشاءالله که ما هم به این درجه از معرفت برسیم، از معرفت و ایمان، که حتی در ورای این سختی ها آن محبت و لطف الهی رو ببینیم و بدانیم که ظاهر سختی و ناملایمت هست، اما باطنش چیزی جز رحمت الهی برای مؤمن نیست. خیلی تشکر میکنم مصطفی بزرگوار. بینندگان محترم، به پایان برنامه رسیدیم و باید از خدمت شما سروران گرامی خودم مرخص شام. انشاءالله که همه ما مزین بشیم به این اوصاف زیبای ایمانی، به ویژه صبر در سختی ها و ناملایمات. ربنا وفقنا لما تحب و ترضا. خداوند حافظ و نگهدارتان باشه.